دوباره شما رو خوش آمدید میگیم و ابراز سپاس امتنان از حضورتون تا بکنون بیننده هستید. نیم ساعت پایانی برنامه اقتصاد ما آغاز گردید و در این نیم ساعت در مورد حضور شرکت ها، مؤسسات و نهادهای کاری گپ میزنیم که در افغانستان کاروباری را در کل روی دست گرفتن. در این خصوص آقای آسیب الله رحمانی، بنیانگذار و رئیس عمومی شرکت اچ بی آر سافت را با خود داریم و در مورد کاربارشان و فعالیت هایشان، این که چه مکلفیت ها و مسئولیت هایی را در این شرکت بر عهده دارند، در مورد وضعیت اقتصادیشان و در مورد این که چه تعداد توانستن که صاحب شغل بسازن و اشتغال بسازن و در مورد مشکلاتی که صدرایشان میتونه در افغانستان که بیشتر در قبال روند سرمایه گذاری و کاروبار و فعالیت تجارتی در افغانستان وجود داره، بیشتر با ایشان گپ میزنیم. خیلی خوش آمدین آقای رحمانی. سلام، بسیار زیاد تشکر. در قدم نخست سلام خاص خدمت شما و خدمت مسئولان تلویزیون افغان بزنس و همه بیننده هایی که ما را به صورت لایو از طریق تلویزیون شما ما را ببینن. خب بسیار زیاد تشکر که ما را دعوت کردین. خیلی خوش آمدید آقای رحمانی. بیاین در مورد در ابتدا یک تعریفی از شرکتتان داشته باشین که اچ بی آر سافت چیست و چه فعالیت ها و چه کارهایی را در کل روی دست میگیرین؟ خب اچ بی آر سافت در حقیقت یک گروپ از جوانای خلاق هستند که در مجموع حدود 5 سال پیش بنیانگذاری شد که رهبریت تیم جوانان خودم به عهده داشتم که فعالیت هایشان بیشتر در بخش تکنولوژی می باشد که دیپارتمنت های متفاوت دارن و فعالیت های متفاوت و دستاورد های متفاوت را شکر الحمدلله در این طول 5 سال ما داشتیم. یکی از دستاورد های بزرگ، یکی از کارهای بزرگ که ما در افغانستان خواستیم میره مروج بسازیم این بود که ما تانستیم در این طول 5 سال مردم آگاهی مردم در مورد تکنولوژی و در مورد استفاده تکنولوژی به شکل مؤثرش ایره تبلیغ کنیم زیادتر و ایره زیادتر تانسته باشیم که ایره فرهنگ سازی بسازیم. یکی از مشکلات عمده که در جامعه ما در افغانستان ما فعلا داریم ای است که فقر ذهنی یا بهتر از بگوییم که ذهنهای بسته زیادتر وجود دارند. ما در مجموع تشبثات خیلی بزرگ و کوچک را میبینیم، اشخاص و افراد متفاوت را میبینیم که هنوز هم به سیستم سابقه و یا به سیستم کلاسیک پیش میرن و یکی از اهداف بزرگ کمپانی ما ای است که همه باید سیستمشان دیجیتالایز شوند و همه از سیستم های دیجیتالی استفاده کنند تا مؤثریت و مثمریت کار خود بالا ببرن. نه تنها که کار خود بالا ببرن، در حقیقت یکی از بخش های بزرگی که یک همکاری بسیار بزرگ با خود دولت شده میتونن، با وقتش میتونن راپورهای بسیار دقیق با خود دولت ارائه کنن توسط سیستم هایی که ما برشان میسازیم و سیستم مالیاتی را میتونن به شکل بسیار شفاف کار کنن و به شکل بسیار شفاف بتونن از کارهای یا فعالیت هایی که متشبثین دارن استفاده کنن. یکی از جنبه های عمومی هست که ما صحبت کردم. جنبه دومی خود تکنولوژی علم است و فرا گرفتن علم در مجموع بدون شک خیلی مفاد و خیلی مؤثریت خاص خود می داشته باشد در یک جامعه. متاسفانه در افغانستان بعضی نسبت مشکلات فکری که ما همه داریم در افغانستان، یکی از مشکلات عمده ای است که ما همیشه کوشش میکنیم که جنبه های منفی هر چیز استفاده کنیم. خیلی البته در مجموع صحبت نمی کنم، یک تعداد از هموطنان را صحبت میکنیم که از هر بخش تکنولوژی استفاده های منفی میکنند. یکی از تلاش ای دیجیتال ایجنسی ما یا ایجنسی که ما ایجاد کردیم این است که ما بتانیم که مردم را زیادتر تشویق کنیم که با استفاده از علم تکنولوژی و با استفاده از تکنولوژی بتانند خلاقیت های خاص را داشته باشند، که از جمله یکی از کارها یا یکی از مفاهیم یا کانسپت هایی را که ما بالاش کار میکنیم کانسپت میداستش در افغانستان است. یک کانسپت کلا نو است، اگر بهتر بگویم که در افغانستان هم همین کانسپت یا همین مفکوره در افغانستان نه بلکه در جهان هم یک کانسپت یا مفکوره جدید است که این کانسپت یا این مفکوره چیز دیگری نیست. این مفکوره به این مفهوم است که هر کس، کسی که علمیت خواندن و نوشتن داشته باشد، بتونه که از استفاده از تکنولوژی بتونن یک خلاقیت انجام بتونن، بتونن که یک نرم افزار را ایجاد کنن یا بتونن که یک کار بسیار خیلی بزرگ را در بخش تکنولوژی انجام بدن، که این ضرورت به یک اینترفیس یا به یک رونماهای متفاوت داره که ما تانستیم در بخش های متفاوت، بالخصوص یکی از جنبه هایی که ما زیاد سرش توجه داریم یا فوکس داریم جوانان است، که ما تانستیم جوانان های خیلی زیاد را از جوانان خیلی زیاد را در بخش های متفاوت بالخصوص محصلین پوهنتون ها که بود در این بخش تدریس کنیم تا یک شخصی که حتی هیچ علمیت تکنولوژی نداشته باشن، البته در یک بخش دیگه علمیت داشته باشن، و چطور بتونن از تکنولوژی استفاده کنن و چطور بتونن ایده ای که در ذهن خود دارن او ایده را بیارن در قالب تکنولوژی. فرض مثال
یک جوانی که فقط خواندن و نوشتن بلد باشه، او چطور بتونه یک پلتفرم بسازه، او چطور بتونه یک موبایل اپلیکیشن یا در تلفن هوشمند خود یک اپلیکیشن رو بسازه، یا چطور بتونه یک وبسایت برای ایده خود ایجاد کنه. که نه حالا دنیا خیلی پیشرفته شده، ما یعنی دیگه حال ضرورت به این نیست که یک پول بسیار گزاف را یک شخص، یک جوان، یک متشبس یا یک استارتاپ که نو میخواد تشبس خود آغاز کنه یک پول خیلی گزاف را بده که تا دا دنیای دیجیتالی داخل شوه. شما این امکانات و این مزیت ها را در کل برشان به وجود میارین در HBR، درست؟ HBR صاف. خیلی خوب، با چه تعداد نفر را توانستین شما تا حالا اکمال بکنین، آموزش بدین و حرفه ای را برایشان بیاموزنین و چگونگی استفاده از تکنولوژی و یا اینترنت را برایشان آموزش داده باشین؟ خب در مجموع تیم ما، تیم HBR صاف در مجموع با کمپانی ها و با استفاده یا با همکاری ارگان های دیگه مثل میگا لایف افغانستان و همه قسم با سمارت افغان کانسلتنسی توانستیم در یک دوره تدریسی ما سال گذشته حدود 700 جوان را تدریس کنیم در این بخش و برشان یک ایده را برشان بتیم که یا چطور میتونن یک تجارت خود را آغاز کنن با استفاده از تکنولوژی و یا چطور خودشان میتونن که قادر باشن یک محصول را خودشان ایجاد کنن و او محصول در بازار عرضه کنن. و همه قسم خود سالهای اول که تیم HBR صاف تشکیل شد در خود شرکت میگا لایف افغانستان بود که در اوج تانستیم ما جوانهای خیلی زیاد را که فعلا هم نام خدا حدود بیش از 1000 تیم که اوجا موجود است، بیش از 1000 جوان که اوجا موجود است کار میکنه و فعالیت های متفاوت را در او بخش های متفاوت تکنولوژی داره که با استفاده از این کانسپت میدوستج که ما بر شما گفتم یا توانایی از این دارن که خودشان در بخش تکنولوژی خلاق باشن و چیزهایی را خودشان ایجاد کنند. خیلی خوب، از این بگوین که از آغاز کاروبارتان در HBR Soft بین بگوین که چگونه اقدامات روی دست گرفتین و از چه سرمایه آغاز کردین و آغاز ابتدای کارتان در افغانستان چگونه بود، میشه از این مسئله صحبت بکنم؟ خب اگر ما این خیلی بارها تکرار کردیم، اگر به تاریخچه شرکت های تکنولوژی ما یک فکر کنیم و یک تحقیق انجام بدیم، همیشه شرکت هایی که در بخش تکنولوژی فعالیت کردن، مثلا شرکت های خیلی بزرگی را که از مایکروسافت و اپل و که در سیلیکون ولی و خیلی شرکت های دیگه که گوگل و فیسبوک و غیره که بوده، یک فعالیت خود که آغاز کردن، همیشه فعالیتشان از صفر، از سرمایه صفری آغاز کردن و خیلی سختی ها و دشواری ها را دیدن در راهی که یا شروع کردن، ولی توانستن به یک موفقیت خود برسانن. البته HBR Soft هم در حقیقت یک تیم 5 نفره بوده در آغاز، که یک تیم 5 نفره محصلین بودن که ما آغاز به کار کردیم و در حقیقتش از سرمایه کلان صفر و فقط تنها سرمایه که ما داشتیم او سرمایه ایده ما بود، او ایده ما بود که ما داشتیم و در حقیقت یک مفکوره داشتیم که یک روز بتونیم یک کار عالی خیلی نه تنها برای خود، خب در قدم نخست برای خود، برای موفقیت شخصی خود، ولی در قدم دوم بتونیم برای وطن خود، برای افغانستان یک فعالیت، یک خدمت را داشته باشیم که در قدم در بخش تکنولوژی حقیقت یک گام کوچک را برداریم تا افغانستان هم مثل کشورهای دیگر به طرف تکنولوژی پیشرفت داشته باشه. خب. البته یک موضوع را یادآوری کنم که کمپانی های خیلی زیاد هستن نام خدا در افغانستان که فعلا در بخش تکنولوژی فعالیت میکنن، که واقعا ما همیشه تشویق کردیم و در پلی تشویق بسیار دوستای پروفشنال یا بسیار دوستای هستن که با استانداردهای جهانی کار میکنن و خیلی فعالیت دارن در افغانستان. آقای رحمانی، بیشتر مردم افغانستان برای کاروبار اقتصادی و یا تجارتی و سرمایه گذاری خود یا این که میرن یک دکان را کرا میگیرن و یک فروشگاه خریداری میکنن، این که داد و ستد میکنن، از یک کشور به دیگر کشور میرن، روند تجارتی روی دست میگیرن و این که یک دریور هستن و یا مسائل دیگر، بیشتر در این قسمت کار صورت میگیره. میشه بیان بکنید که اینترنت و تکنولوژی هم میتونه به نوعی کمک بکنه برای سهولت ها، برای ایجاد سهولت ها و امکانات بیشتر برای سرمایه گذاری و کاروبار در افغانستان؟ قسمی که شما آگاهی دارین که بالاتر از صدها فروشگاه آنلاین هم اکنون از طریق اینترنت داره کاروبار خود را در افغانستان میکنن. خب در مجموع یک چیزی را که بگویم، یک تجارت ها و یا تشبسات خرد، حتی کوچکتر، اگر خیلی کوچک در نظر بگیریم، یک دوکان بسیار کوچکی که با یک سرمایه ناچیزی آغاز میکنه و تا تشبسات خیلی بزرگ، بدون شک که به یک انترفیس یا به یک رونمای آنلاین ضرورت داره. در حقیقت شما وقتی که میخواین کار کنین، شما وقتی که میخواین یک تشبس انجام بدین، مهمترین موضوع برای شما این است که شما را همگی بشناسه.
مثلا اچ بی آر سافت همه گی بشناسه و یا یک تشبس یک دوکان به نام احمد محمود یا هر تشبس هر بزنسی که هست کلگی بشناسه، اون وقت است که او دوکان او تشبس یا او بزنس پیشرفت می داشته باشه و یگانه راهی که میتونه همه گی را بشناسه و یگانه راهی که میتونه که یارو به جهان وصل کنه او چی هست؟ او اینترنت هست و او هست تکنولوژی. یکی از جنبه های تکنولوژی است که بالاش صحبت داریم، باز پایین تر از تکنولوژی اینترنت و تکنولوژی را هم صحبت میکنیم. ما یک موضوعی را که شما اشاره کردین یک موضوع بسیار خوب را در بخش فروشگاه های اینترنتی، متاسفانه بگویم که همشان نه، چون ما من حیث دیجیتال ایجنسی یا من حیث یک نماینده خرد کوچک تکنولوژی در افغانستان، نظر به تحقیقی که ما داشتیم و نظر به چیزی را که ما دیدیم در بازار و دید ما در بازار نسبت به شرکت های آنلاین و فروشات آنلاین که دوستایی که انجام میتن یا تشبثات که انجام میتن، خیلی ها کم دوستایی وجود دارن، خیلی ها تشبثات بسیار کم وجود داره که به شکل استاندارد و به شکل پروفشنل کار میکنن. یکی از مشکلات عمده از یا این است که یا کوشش میکنن که همیشه تبلیغات خیلی بالا انجام میتن، یعنی از لحاظ تبلیغات مشکل ندارن، اما یک استاندارده که برای یک شرکت آنلاین فروشات آنلاین وجود داره اصلا 20% از اون استاندارد ها رو پورا نمی کنن. من مثال برای شما میتونم، یکی گفتم از لحاظ تبلیغات یا خیلی تشبثات هستن که تبلیغات بسیار بالا انجام میتن، اما یکی از مشکلات عمده از این است که در مجموع کیفیتی که مثلا یا ارائه میکنن خیلی پایان است. مثلا شما وقتی که در شبکه های اجتماعی و یا در یک وبسایتی که واو خرید فروش آنلاین ایجاد کردن شما سر بزنین، از لحاظ تصاویر خب یکی از کانسپت های عمده خرید فروش آنلاین است که شما از طریق یک تصویر یک ویدیو و یا یک انیمیشن شما یک جنس و یا یک محصول میبینید تا او را خریداری میکنید. خیلی یک جنس بالا برای شما در نظر میاد و دیسکریپشن که دربارش میخوانین یا توضیحاتی که درباره محصول میخوانین بسیار بالا میباشه، ولی وقتی که شما فرمایش میدین و او محصول برای شما دلیوری میشه یا برای شما آورده میشه، شما میبینید که یک محصول کلا بی کیفیت میباشه و یک محصول میباشه که فرض کنید قیمت یا پولی را که شما در بابت از اون محصول شما پرداختین خیلی ناچیز، خیلی اصلا ارزشش نمی داشته باشه و یک محصول است که محصول ناچیز میباشه و ارزش نداره و این یگانه علت شده که باعث بدنامی و یا باعث پایان آمدن اعتبار مردم نسبت به تجارت های آنلاین میباشه که البته نگفته نمانه کمپانی های است یا ارگانیزیشن های است که فعلا در بخش خرید فروش آنلاین کار میکنن و خیلی با استاندارد بالا و به خیلی کوالیتی بالا کار میکنن که او را هم به نام از او کمپانی ها هم ضربه زده که در این مورد میشه که ارگان های زیربطی که در مجموع سرکار دارن وزارت اقتصاد و در مجموع وزارت مخابرات و تکنولوژی باید اقدامات برای ازا صورت بگیرن. متاسفانه که تا فعلا اقدامات ضروری صورت نگرفته در این مورد. آقای رحمانی، نرم هایی را که باید مد نظر قرار گرفته باشه برای فروشگاه های آنلاین و یا فروشگاه های اینترنتی چه بوده میتونم؟ بیشتر کشورهای دیگر هم کاربار اینترنتی میکنن و فروشگاه آنلاین دارن، اما اونا موفق هستن نسبت به افغانستان و حتی میتونیم بگیم فیصدی بیشتر و بالاتر کاربارشون در کشورهای دیگر از طریق همین فروشگاه های آنلاین و اینترنتی از قاید درآمد خیلی خوب توانستن کسب بکنن. نرمی که باید مد نظر قرار بگیره و مراحتی که باید صورت بگیره و احتیاطی که باید صورت بگیره از دید شما برای فروشگاه های آنلاین بیشتر چه بوده میتونه؟ چه چیزهای بیشتر باید فوکس قرار بگیره؟ بدون شک وقتی که ما صحبت تکنولوژی در زندگی روزمره خود میزانیم، اولین کانسپت یا اولین مفهومی که در ذهن ما شما میاد او چی است؟ سهولت است. یعنی یگانه نرم استانداردی که در مجموع تمام کمپانی های خرید فروش آنلاین باید داشته باشند که ما در خارج هم خیلی مثال های بزرگش داریم که سهولت برای مردم است که یک شخص در خانه خود نشسته باشه یا در یک جای مصروف باشه از طریق تلفن همراه خود یا از طریق لپتاپ خود بتونه اگر در بتونه. نرم هایی که یا باید داشته باشن چی هست؟ یکی از نرم های عمده از یا در قدم نخست یا باید یک انترفیس یا یک رونمای دیجیتالی استاندارد و واضح داشته باشن. یعنی ما از لحاظ تکنولوژی یک کانسپت یا یک مفهوم را به نام یوزر فرندلی داریم. یوزر فرندلی به چی منظور است؟ که یعنی به یوزر یا به استفاده کننده باید بسیار آسان باشه، یعنی به آسانی بتونه دسترسی داشته باشه. ما شما سطح سواد و سطح
علم مردم افغانستان در کلان اگر بسنجیم بعض طبقات هستند که پایان است، یعنی بر از اون مردم هم در نظر گرفته باشه. یک از نرم هایی باید باشه که یوزر فرندلی باشه. موضوع دوم که خیلی کم ما دیدیم، زیادتر فوکس و توجهشان بالای شبکه های اجتماعی نباید باشه، چون اعتبار شبکه های اجتماعی خیلی پایان آمده نسبت به آماری که ما قبلا دیدیم و نسبت به بعض راپورهایی که وجود داره. موضوع دومی باشه، یعنی در پالوی یک صفحه اینترنتی که یا جور میکنن، یک صفحه شبکه اجتماعی مثل فیسبوک یا جور میکنن، یا باید بالا اینترفیس های دیگه هم کار کنن، برای رونمایی دیگه هم کار کنن، مثلا اپلیکیشن های همراه که در موبایل می باشه، یا از اپلیکیشن هم اگر تیر شویم خیلی بخش ادوانس تر است، یک وبسایت حداقل یا داشته باشن که یا فعالیت کنن. خیلی فروشگاه های آنلاین است که من میخوام نامشون رو بگیرم تا فعلا یک وبسایت استاندارد ندارن. موضوع سوم که خیلی مهم است، موضوع چی هست؟ موضوع ای است که کالاها یا محصولی که یا ارائه میکنن، کالاها یا محصول از یا قیمت رقابتی و کیفیت رقابتی داشته باشن. مفهوم قیمت رقابتی یا مفهوم کیفیت رقابتی به چی منظور است؟ قیمت رقابتی به این منظور است که یعنی قیمتی که یا ارائه باید بکنن از بازار کرده در او قیمت، در بازار که فیزیکی باشه در او قیمت کس نتونه او را بگیره، یعنی ارزان تر باشه. فرض مثال اگر قلم ما و شما مثال بتیم، یک قلمی که در بازار 5 نپا باشن، یعنی این کمپانی ها به حد باید کار کنن که این قلم ها بتونن در 4 پای رایه کنن، یعنی یک سهولت برای یک مشتری خود رایه کنن. من در قلم نخست گفتم سهولت هست. موضوع دوم، وقتی که کیفیت رقابتی ما صحبت میکنیم، یعنی با کیفیتی که یا رایه کنن باید در بازار در او کیفیت نباشه. بعضی این کمپانی ها میتونن رشد عمده را داشته باشن. البته این سی موارد یا نرم های استاندارد هست که یک کمپانی آنلاین اینترنتی داشته باشه. نرم های دیگه هم هست. یکی از نرم های دیگه ایش که بخش های پیمنت هست و یعنی بخش پولیش هست یا بخشی که باید پرداخت ها می باشه و در پلو بخش پرداخت ها مثلا مری بک گرانتی یکی از نرم ها و استاندارد هایشان هست که باید یاد داشته باشن. و از هر مقدر عمده که وزارت اقتصاد یا باید قوانین و قواعد وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت با وزارت مخابرات و تکنولوژی قواعد و قوانین داشته باشه که تا یا در یک چوکات بتونن فعالیت داشته باشن. آقای رحمانی، شما در این شرکتتان و تحقیقاتی که داشتین و ارزیابی کردین و معلوماتی که بعد سوردین، چقدر همین فروشگاه های آنلاین در افغانستان همین نرم هایی را گفتین مراحت کردن و فیصدی رضایت شما از کار کرده این فروشگاه های آنلاین چقدر است؟ خب اگر بگویم بعض فروشگاه آنلاین است که آلریدی کلاینت ماست، یعنی ما برشان خدمات ارائه کردیم، یعنی خوب هست. در مجموع هر چقدر رشد بیافه، ما چون گفتم در قدم نخست یادآوری کردم، ما یک ارگان هستیم، ما یک کمپانی هستیم که خوش میشیم هر چقدر تکنولوژی در سی تکنولوژی پیشرفتای صورت بگیره. متاسفانه از 100% کمپانی هایی که در افغانستان در بخش خرید فروش آنلاین فعالیت دارن، یعنی 20% از یا هم از 20% کمتر هم این نرم ها را استاندارد ها را رعایت نکردن بلد. که پایانتر از 20% کمپانی هایی هستند که واقعا خیلی کار کردن در این بخش. شما چقدر مصمم هستین آقای رحمانی که یک نوع ورکشاپ هایی را روی دست بگیرین و آگاهی هایی را برای کسانی که تمایل به کاروبار فروشگاه آنلاین و اینترنتی دارن شما آگاهی بدین؟ خب در مجموع نظر من این است که قبل از این که آگاهی در یک بخش آگاهی داده شوه و در یک بخشی شوه، در مجموع خب ات یک موضوعی وجود داره که در بازار که ما شما فعلا قرار داریم در افغانستان مشکلات خیلی زیاد است. یکی از مشکلات عمده که هست فقر اقتصادی هست و دوستای هم که به شکل غیر استاندارد فعلا کار میکنن، یعنی یکی از عمده ها، یکی از فعالیت ها یا یکی از تلاش هایشان هستن که بتونن به اقتصاد خود یک کمک کنن که به شکل غیر استاندارد هم کار میکنن. خب یکی از اهداف ما که هست، یعنی یکی از دیپارتمنت های بسیار بزرگ ما که ما کار میکنیم، این است که فقط آگاهی دهی در بخش های متفاوت تکنولوژی باشن، که ما هم در آینده های بسیار نزدیک این تلاش و این فعالیت داریم که ما بتانیم که
برای دوستای متفاوت، بالخصوص قبل از اینکه بر مردم عام آگاهی داده شود، باید یک نرم استاندارد بر کمپانیایی که فعلا در بازار هستن و در بخش تکنولوژی فعالیت میکنن، برای ازیا باید آگاهی داده شود که یا کار کنند در این بخش. آقای رحمانی، با درک این که استفاده از اینترنت در افغانستان چشمگیر شده و تماسه رشد خوبی را به وجود بیاره، چقدر مردم افغانستان و بیشتر باشندگان مراکز شهرها، کسانی که بیشتر به اینترنت دسترسی دارن، چه کسانی که دکان دارن، چه کسانی که مارکت دارن، چه کسانی که در کاربار تجارت هستن، چقدر به این ذهنیت رسیدن که واقعا اینترنت و استفاده از تکنولوژی هم میتونه که برای در کاربارشان سودمند باشه؟ چقدر ما به این ذهنیت توانستیم برسیم از دید شما؟ خب عزیز من، در مجموع یک چیزی که در بخش تکنولوژی یا یک قانونی که تکنولوژی داره، تکنولوژی در حقیقت یک ضرورت است فعلا در جامعه که ما شما زندگی میکنیم، و بالخصوص کسایی که یا اشخاصی که یا مردمی که در مراکز در کابل و یا در ولایت، در مراکز ولایت قرار دارن، بالخصوص بخش تشبثات. اما بر شما یک مثال را میکنم، مثلا یک تشبث، یک دکان، یک بزنسی که فعلا موجود داره، بدون شک که به شکل آنالوگ یا به شکل بسیار کلاسیک پیش می رفتن، یعنی همه کارشان بالای یک دوسیه و یک ورق بوده. یا یکی از نقاط منفی یا نقاط منفی از این بوده که توانستن وقت خیلی زیاده می گیرن، دقیق نمی باشن، دیگه نمی باشن. پس ما تانستیم من حیث یک کمپانی نرم افزارهای متفاوت را بر ازیا ایجاد کنیم تا یک تجارت ازیا به شکل آسانی پیش بره. فرض مثال، ما یکی از مشکلات عمده که فعلا در افغانستان در بخش تشبثات داریم، بخش های مالیه هست. بالخصوص بخش مالیه دهی. یک جوان یک بخش یک مقدار پول را میگیره، میایه سرمایه گذاری میکنه، یک تشبث و یک بزنس را آغاز میکنه و بالاخره یک مفکوره، یک آگاهی دهی در مورد خود بخش مالیات و قوانین مالیات نداره. خب او مجبور است یک روز نه یک روز باید مالیات خود تصفیه کنه، مالیات خود کار کنه. پس توسط تکنولوژی، یگانه خوبی که ما کار انجام دادیم، ما نرم افزار را به نام نرم افزار تجارت هوشمند ساختیم که توسط از این نرم افزار یک تشبث میتونه از مصارف اولویه خود گرفته تا قراردادها، پروژه و تعهدی که به دست میاد دهی بگنجانه و بتونه راپورهای بسیار دقیق، راپورهای بسیار پاک هم بر دولت ارائه کنه و هم بر تجارت خود داشته باشن که یا چقدر مؤثریت و مثمریت داشتن. و بالخصوص فعلا پیشرفت کلی خوب داشتیم در بالخصوص در کابل که استفادهش خیلی زیاد شده و یکی از عوامل عمدهشی است که درک مردم ما قدر بالا رفته، آگاهی های مردم ما قدر بالا رفته که به جای از اینکه از سیستم سابقه و کلاسیک استفاده کنند، بین از یک سیستم جدید و از یک سیستم خوبتر استفاده کنند. بسیار تشکر آقای اسیب الله رحمانی، بنیانگذار و رئیس عمومی شرکت HBR Soft. ممنون که دعوت ما را پذیرفتید. تشکر. این بود برنامه اقتصاد ما که خدمت شما در این یک ساعت تقدیم کردیم. در ابتدای برنامه در رابطه با آغاز سال تعلیمی و معرف افغانستان گپ زدیم، در نیمه دومی هم در مورد فروشگاه های آنلاین و تکنولوژی و نقش تکنولوژی اینترنت در رشد کاروبار تجارتی. ممنون از حضورتون که در این یک ساعت بیننده بودین. مشتری عزیز، به اتصالات بسته های جدید روزانه تماس و اینترنت را معرفی می نماید. 85 دقیقه اتصالات به اتصالات همراه با 400 دین به اینترنت فقط در بدل 45 افغانی در روز. برای فعال نمودن دی 85 را به 3378 پیام کنید و 850 دین به اینترنت فقط در بدل 50 افغانی در روز. برای فعال نمودن دی 51 را به 3378 پیام کنید. امید از این بسته ها لذت ببرید. سال نو مبارک. بسته ها واقعا حیرت انگیز است. بسته دل خیر خود را همین حالا فعال می سازم. با اتصالات آینده از شماست. اطلاعیه مالیاتی با اطلاع شفاخانه های خصوصی، دانشگاه ها و مکاتب خصوصی رسانیده می شود. برای حل مشکل بررسی مالیاتی و کاهش جرایم مالیاتی می توانند به شرکت صاحبی مراجعه کنند. شماره تماس 0728-10-10-10. آدرس شیرپور، سرک اول، خانه نمبر 1.
افغانی زموږ د ویاړ، اقتدار او ملي هویت نښه ده.